حادثه تروریستی لندن هنوز جهانیان را در بهت و حیرت فرو برده. جدا از زخمی ها، قربانیان، یک امریکایی 50 ساله که برای 25 سال ازدواجش با همسرش به لندن آمده بود، یک بانوی 43 ساله ساکن لندن که به داخل رودخانه پرتاب شد و کیت پالمر، پلیسی که در ابتدا نخواست به سمت خالد مسئول تروریست شلیک کند. اما عکس‌های منتشر شده نشان داد ماموران به وظیفه خود آشنا و با احساس وظیفه وضعیت را مدیریت کردند. نیروی پلیس از آمد و شد مردم جلوگیری کرد و در همان حال دارو و امکان درمان در محل با هلیکوپتر مهیا شد. شهروندان با بدرقه ماموران به سمت خانه خود روانه شدند و یا که برخی هم خود چنین کردند. اما در فرانسه آقای اولاند برای دومین بار در تاریخ جمهوری پنجم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، شخصاً به عنوان یک رئیس جمهور به داخل زندان و این بار زندان ویلپند در 10 کیلومتری شمال پاریس رفت. آقای اولاند قصد داشت از وضعیت زندانیان با خبر شود و حتی با رفتن تنهایی در یک سلول لحظاتی را در آنجا به سر برد. خبر تأسف انگیز غرق شدن 250 پناهجوی افریقایی در آبهای دریای مدیترانه. این فهرست را ببینید: ابتدا سوریه، افغانستان، عراق و کمی پایین‌تر ایران در نهمین ردیف داوطلبان تقاضای پناهندگی. در فرانسه رقابت‌های ریاست جمهوری دیشب در یک برنامه تلویزیونی آقای فیون آقای اولاند را متهم به دسیسه کرد. امریکا الیزه بلافاصله پاسخ داده آن را تکذیب نمود. از طرف دیگر آقای بنوامون نامزد حزب سوسیالیست‌ها گفت این همه خیانت آشکار و پنهان او را متعجب ساخته و از اینکه وزرای شاغل از او حمایت نمی‌کنند اظهار تأسف کرد. خانم ماری لوپن، رقیب دیگر که به موسکو رفته و روزنامه نگاران در سالونی منتظر کنفرانس مطبوعاتی او بودند، همان ساعت با آقای پوتین ملاقات کرد و به این ترتیب بیان که روزنامه نگاران حاضر باشند. هفته نامه لوپوان از نفوذ هرچه بیشتر سیاست‌های آقای پوتین در سوریه نوشته است و اینکه مخالفان اسد دیگر راه و کار زیادی را نمی توانند پیش ببرند. آقای دیوید فردمن به عنوان سفیر امریکا در اسرائیل انتخاب شد و آقای نتانیاهو از این امر ابراز شادمانی کرد. آقای فردمن سابقه دیپلماسی ندارد و بیشتر یک بیزنسمن است. آقای حسام خیر، اولین سفیر مصر در اسرائیل، هم حادثه لندن را محکوم کرد و گفت از بکار بردن کلمه تروریست درباره این حادثه ابا نداشته باشید. و این آقای ترامپ است در ملاقات با اعضای سندیکای کامیونداران در کاخ سفید. و بالاخره از یک چادر پناهندگان برای جلب توجه در نمایش مد لباس لباسی از آن را دوختند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها